عنایت عزیز، تا جایی که من در مورد خودت معلومات به دست آوردم و شناختی پیدا کردم، خودت بسیار یک مثال خوبی از یک مهاجر موفق هستی. امریکا آمدم، این فکر که ما یک سنت دلاری در جیب خود نداشتم. موتر چک انجن لایت روشن است. اوکی. موتر مس فایر میکنه. سعی کنم که پرابلمش چی است. خرابترین موتوری که آدم هیچ باید نخره و که ببینه که بسیار نو و خوبم معلوم شوه، هیچ نخرش کدام موتور است؟ موتور وی دبلیو است. نان مستری خانه دیگه، امروز دست پخت انرژانه بخوریم ببینیم که چطور است. والا دیگه دلتان نگه که پیش انرژان نمیدین موتوراتان رو بیارین، اما تقاضای کرایی را نکنین. بینده های عزیز سلام، آرزو دارم صد سلامت باشین. ما داود صدیقی هستم و شما برنامه زندگی در امریکا را مشاهده میکنین. ما گاهگاهی با افراد سر میخورم که از نبود فرصت ها و کمبود اشتغال و کار شکایت میکنن. در این حال با افراد نیز روبرو میشم که در هر زمان و مکان میتونن فرصت های شغلی و کاری را بر خود ایجاد کنن. تفاوت میان این دو مسئله و طرز دید چی است؟ برای یافتن پاسخ به همین پرسش در برنامه یفته به دیدار مستری عنایت آمدیم. عنایت چندین سال است که به امریکا مهاجر شده و پس از سالها زحمت و تلاش در بخش ترمیم موتر، حالا صاحب یک مستری خانه در ایالت ویرجینیا است. بیاین که با این هموطن ما بیشتر آشنا شویم. عنایت نادری بخش زیادی از عمر خود را در مهاجرت سپری کرده. زمانی که نوجوان بود به دلیل جنگ ها و ناامنی ها در افغانستان به پاکستان مهاجر شد و حدودا یک دهه اونجا زندگی کرد و سپس به امریکا آمد. اگرچه عنایت مانند سایر افغان ها با مشکلات زندگی در مهاجرت روبرو بوده و نتوانسته دوره مکتب و تحصیلات خود را تکمیل کنه، ولی از نوجوانی تا به حال همیشه مصروف کسب و کار است و به گفته خودش همیشه زحمت کشیده و بیکاری را تجربه نکرده است. عنایت عزیز سلام. سلام داو جان. چهال چه احوال خیرتیست؟ سیاد شما خوب بخیر استن خیرتیست؟ خوش آمدین در قلبانه غریبانه ما. تشکر، سلامت بخیر باشین. تشکر از این که ماشاءالله با یکقدر مصروفیت به ما فرصت دادین که بیاییم امرایتان صحبت کنیم. خوب که آمدین دکان خودتان از هر وقت بیاییم. سلامت نداریم. ماشاءالله این جان قدر مشتری داره که در یک لحظه که صحبت میکنیم مزاحمت میشه با کارش. برحال بیاییم که بریم داخل. همین لحظه مصروف چی هستین؟ چی میکنیم؟ امیال ما یک سه چهار موتر است که بریک جاب است. بریک داریم و آیل چینج داریم و استکشن داریم. عنایت عزیز چی میکنی در این موتر؟ این موتر چک انجن لایتش روشن است. اوکی. موتر مس فایر میکنه. سعی کنم که پرابلمش چی است. کرک نوز میکنه. با این دستگاه میبینین که چی میگه سیستم برتون. کد دارم مس فایر.
خیبر هستم، شهروند ورجینیا من اساس. اگرچه انتخاب زیاد است با خاطر از این که جانم میشناسیم، افغان خود ماست، یک مستری بسیار لایق است، در هر موتر میفهمه و بسیار یک آدم مناسب است، چارجزش مناسب است، خدمتش خوب است، کارش خوب است، کوالتی کارش خوب است، در هر موتر هم میفهمه، موترهای نو هم میفهمه، موترهای سابق، لگژری، نن لگژری، کلش هم یک بسیار آدم خوب است. به او خاطر دیگه من انتخاب میکنم، همیشه اینجا میایم و همیشه که سر صدا کردیم منعیس هم وطن هم پرایورتی را بر ما میده. آقا رضا چند سپورت بلک کار دارن؟ نشتا نه همین ماشینی همین آقا همین بچه را از عقب بیره استکر میخواد. عنایت عزیز، تا جایی که من در مورد خودت معلومات به دست آوردم و شناختی پیدا کردم، خودت بسیار یک مثال خوبی از یک مهاجر موفق هستی که آمدی به کشور بیگانه و در اینجا تانستی که یک کار بار از خود داشته باشی، خودت رئیس کار خودت باشی و این بسیار مهم است. بسیاری ها موفق نمیشن، نه تو در کشور خود موفق نمیشن چنین کاری بکنن. خودت مهاجر شدی، آمدی در کشور بیگانه. امروز نیت ما از این مصاحبه ای است که میخوایم راز موفقیت خودت پیدا کنم تا یک به مانند یک الگو به دیگرها خودت یک مثال شوی. دو جان عزیز، ما سال 99 که امریکا آمدم، این فکر که ما یک سنت دلاری در جیب خود نداشتم. این حالا فضل خدا شکر، حالا یک شکرانگی خدا را میکنم، یک بزنس است خود جور کردیم و چاره و پرده روزگار میچله که اقلا شکرگانی خدا را میکنم و اینجا خود دیدین کل چیز پیمنت تو پیمنت است. کل زندان شک زندگی بسیار قیمتی است. آزیگم باقا هم شکرانگی خدا را میشه. بیا که از این شروع کنیم که چی وقت از افغانستان بیرون شدی؟ افغانستان فکر والا سال 1989 بود یا 88 آمدیم پاکستان. خود بچه بودم دیگه، خداوند اما مرده و جمع مرده، خداوند پدرم بیامرزه، آمین، مادرم حیات هستم، رویم خودم از زندگی میکنم اینجا. گفت که نصف روز مکتب می‌رفتیم، نصف روز دیگه بیکار بودیم. گفتیم چی کنیم؟ ما را گرفته برد پیش یک استاد به نام استاد اموین، میگفت پیش آرمول اسلام آباد، همونجا ما را شاگرد شان 8 ساله یا 9 ساله بوده باشن. اونم از اونجا دیگه نصف روز مکتب می‌رفتیم. سال 90 شد که دولت اسلامی شد، باز این مکتبام تغییر کرد، مکتبام تغییر کرد دیگه، نتونستم چی، باز ما فول تایم رفتم کل مکتب های چی رفت همی سنف چند دین؟ سنف تا سنف 4 خواندم، از او باد دیگه نخواندم دیگه، از او باد دیگه رفتم پشت همی مستری خانه دیگه. گفتم باش یک روز یک روز به درد خورد، یک جای به درد ما خواد خورد، باز دینمیش کار کردم دیگه تا سال 99 را باز یک چانس برابر شد طرف امریکا. تا سال 99 در پاکستان بودین؟ بله. باز آمدین امریکا. بسیار قصه جالب دارین، میگن که وقتی من به امریکا آمدم هیچ پول نداشتم. چه قسم به امریکا آمدین؟ روزای اولتان قصه کنین یک کمک باره. والا روزای سختی بود. خب مقصد که همون وقتی که داخل میدان نیویورک شدم، آمدم تا شدم دفتن، میخواستم بیایم ویرجینیا، پیشم چیز نبود چون بعد چیزا نابلدم بودم دیگه، پس نخواستم، پیسه پیشم نبود، در آمدم همونجا هیچ پیسه نبود پیشتر؟ هیچ پیسه دیگه، خود دیگه اقتصاد صحیح نبود وقت، پیسه هم یک ذره اینجا کسی بود از شما شناخته؟ والا دوستا و فامیلا های مامای میشون یا نبود، کل فامیل تقریبا همینجا بود. خب فضل خدا خوب است که بزونا بودن، باز با اونا تماس تصادفان یک دوست امپرایم بود. اونا خبر بودن که میان یا نه؟ اونا تصادفان هم خبر بودن هم نه. خب برابر شد، یک چانس آمدم دیگه. بس اما از روزایی که آمدم با نیویورک بودم، یک روز نیویورک همون شب با تصادفان زنگ زدم برای بچه مامایم، با یک دوستاش نیویورک بود، بازو ما را آمد از نیویورک پیک اپ کرد نیجرسی، با صبح ورجینیا آمدم. Thank you.
بخیر دیگه دو جان. خب چی میکنی مال نت از چی میکنی؟ اینا الان میرم بخیر یک نان چاش تیار کنیم. خب بسیار خوب. امین نانم سریفانه رو خب میگن که بسیار مزه میده. همیشه مردم یاد میکنه. بیا که امروز دستپخت خودت بخوریم که ببینیم چگونه مزه میده. ماشاءالله. خب اینجا معمولا آشپزی رو خودت میکنی یا که مثلا شاگردایت؟ نه یگان دفعه متو از زیادتر وقت از خانه نان میاریم یگان دفعه شوق میکنیم این بیاد یگان چیزی یاد تیار کنیم. خب ذره گوشت کمر گرفتیم برای کرایم. گوشت کمر داد خوب است، نرم است. گوشت چی هست؟ گوشت گوسفند. ایره ماندم تیار شد بخیر میریم طرف کار. اوکی نام من رستم مرزاد است، باشنده ویرجینیا. خوبیش ایست که همزبان ماست، فارسی صحبت میکنیم، کارهای ما آسان است. دوم دیگه از نگاه کارشان بسیار کار خوب میکنه و کارهای بسیار تخنیکی بالا دیگه. از نگاه قیمت هم از دیگه مکانیک ها پایین تر است، خوب قیمت خوب میگیره، مناسب است، مراعات میکنه برای ما. به مخاطر از هر نگاه ما خوش هستیم که استاد نایت و از استادهای دیگه افغانی های ما هستم، بسیار راضی هستیم، خوشحال هستیم. کار مستریگری در امریکا باز چگونه ادامه پیدا کرد؟ اینجا چی کردی روز اول؟ باز آمدم یک چند وقت اول خطا که یک سر مشکلات بود که یک زبان آشنا بودی؟ با زبان نه، ما که داخل امریکا شم یک yes, no, what's your name؟ از این بالا هیچ چی نبود دیگه. باز امور زمان دیگه ایسای سادم که وقتی یک جای افتید باید یاد بگیره دیگه. باز ما اینجا یک بچه مامایم شاپ داشت در کولومبیا پایک، با امروی از او شروع کردم. یک چند وقت اونجا باش کار کردم، باز اون و دیگر شد با جای دیگر رفتم. این نمی رقم دیگر رفت از یک جای دیگر جای دیگر جای. اگر خلاصیش بکنیم چند سال بر دیگر کار کردین در امریکا؟ از سال 99 تا 2010 بر دیگر کار کردیم. به عنوان شاگرد یا همکار یا چیز؟ نه اونجا اینجا کس به حساب نمیگه شاگرد است. اینجا که رفته باید بگه من کارمند هستم. کار یاد دارم. نظر در کار یاد گرفتن اینجا خود نمیتونه تو رو به حساب تو شاگرد هستی برو از ابتدا تا یاد بده. نه تو میری میگه من کارگر هستم. مقصد ما یک دستم یک ذره میچلید طرف پانه بالا میچلید. نیکو چند سال در پاکستان کار کرده بودی حتما؟ والا دیگه تجربه بود بگم. تجربه فرق میکرد تا اونجا اینجا بسیار فرق میکرد. با فرق میکرد تجربه و اینا باز دیگه اینجا دیگه باز تا که بلد شدیم. با داد و شکر خدا و فضل خدا است یک بزنسک داریم. عنایت عزیز قصه خودت بسیار جالب است. به خاطر از اینکه خودت به عنوان یک مهاجر که اونجا یاد کردی که مکتب نخونده بودی، در ضمن اینجا آمدی که هیچ پولم نداشتی و بعد از زبانم یاد نداشتی، اما آمدی امروز صاحب یک مسلک و کار و بزنسی هستی. چی تو امکان دارم این؟ والا ترست اگر زحمت بکشی این مهم نیست که تو در کجا هستی. ما والا زحمت کشیدیم بسیار زیاد، می کارم کردیم. بعد یک جای کار میکردم خود یک نفر تا ساعت های 3-4 بجر من کارهای خرد ریزه را میکردم. خب بعد از اون دیگه من کارهای انجن و ترانسمیشن را میکردم. بعد خود دیگه یک وقت میگیره، یک وقت میگیره آدم دیگه. باید چی هم باشه دیگه صبر داشته باشی، صبر داشته باشی، وقت میگیره. بگم زحمت بکشید این مملکت که زحمت نکشه به چیز نمیشه. همه موتر هوندای پایلوت بیار برای چیز که هم اسپکشن میشه و هم آلچن شه، یک چکاپ فول چکاپ هم کشه. از خاطر کال زنگ زده بود بچه که میگه موتر من از چی کرده نموره.
گموز کرد. حالا خوب مرچ هم آوردی بیا دیگه میبینیم که گموز کرد. این تلخصون نبود دیگه با خودم نبود. دور از دل دوستا دور دستان دیگه جایشون خالیز دیگه ما یک در قلبه غریبانه دیگه یک این حالا بانجانش هم اندازیم حدوداً چند موتر روزانه رفت آمد میکنه در ورکشاپتان؟ فرق میکنه. گفتن نمیدونم یک روز 20 موتر می. مثلا زیادتر از دیلرشپ که اگه بیایه بین 6 موتر یا 4 موتر یک من 2 موترش بریک جاب و آیل چینج. آیل چینج خود مکمل کلگش میشه. چی کارا رو میکنین در اینجا مثلا؟ کدام بخش موتر کار میکنین شما بیشتر؟ همین فول سرویس است دیگه. مکمل کار میکنین؟ مکمل سرویس. انجن و ترانسمیشن و بریک و کلش میکنیم. بسیار خوب. فول سرویس داریم اینجا. هرچی که پیش آمد دیگه مو چیز نمیکنیم که کاستمر بگم برو نمیتونیم یا دیگه نمیتونیم. دیدم که یک تعداد کثیر از زبان ها مشتریاتون هستند. بله اونا میان دو سای است از بعضی کاستمر های نش 7 سال 8 سال است 10 سال است میشناسن میان به خاطر میان دیگه میبینن دیگه. من برای یک تعداد صحبت کردم بسیار از خدماتی که جرزه میکنیم بسیار راضی بودن. ها دیگه اینه می از اما کم بخوا همیشه بخوا. اینجا هر کس باید یک موتر داشته باشه. هر خانه هر نفر اگه 5 نفر بودی 5 نفر 5 تقسیم بشی. باید هر کس موتر یک برازه که والا اینجا برو پرایس خوب میتونه دیگه میتونه به اون خاطر کلگی دوستا میای نمیجه. راز ما فقط من فکر میکنم دمیز که شما کوشش میکنین که کم ارزان تر کار کنین تا که میگین کم بخوا همیشه بخوا و می دارید. هیچ شورای نمیست دیگه چیزی نیست. برایت افغان ها رو بیشتر میکنه؟ والا افغان ها زیاد کمک میکنم. از موبان زیادترش کمک میکنم. من چی برازه؟ آفیسه. آفیسه بگرفتیم. آجی صاحب، همه موتر هوندا سیویک از اینجا چی کنه؟ همه موتر لکسس بیارن. لکسس پوش سرکست. عنایت عزیز یک چیز که متوجه شدم خودت مثل مستری های افغانستان و ریارد قصر شاگرده صدا نمی کنی که او بچه اینی پرزه را بیار یا اینی مسائل کاری را بیار یک چیز را سرشان صدا نمی کنی معمولا خودت میری هر چیز را می گیرید دو جان و نام کار میکنن باز اینجا که هست همه هر کسی که یک کار را که داری همون کار را با آدمو یک نفر باید خلاص کنه مکمل خودش انجام میده با خاطر نمیشه که مورد بگم برام بگم کار از یادش کار از میمونه و دیگه اینجا خوب باز فرق میکنه دیگه بچه هم خواد بوده که انوزم در حساب افغانستان کار میکنیم نه هر کس هم جاب خودم میکنه و خلاص تفاوت های کار مستری خانه در امریکا و افغانستان چی هست از نظر شما؟ والا افغانستان مستری افغانستان از امریکا که لایق است به خاطر که اونا هرچی در جور میکنه ما اینجا هرچی در چنج میکنیم خوب چه قیقه به جالب گفتین والا اونا هر چیز خراب شده جورش میکنن اونا به خاطر که وسایل چیز نیست پارت چیزا پیدا نمیشه بعد وقتا مثلا این بریک پتار که اونجا میگیرن بله پس میره نصر میرسانن بگه اینجا کس میره میگیره چی میکره دیگه
عنایت عزیز، بیا که از خودت مشوره بگیریم در رابطه با خریدن موتورهای مستعمل. بخاطر از اینکه یک تعداد زیادی از مردم در امریکا موتورهای مستعمل هم میخرن و خریدن موتور مستعمل بسیار سخت است. بله. بخاطر که شما نمیفهمین بعض موتورها داشت بسیار خوب داره، بعض موتورها نداره. مشوره خودت چی است؟ کدام موتورها خوب است که اگر کسایی که میخواین موتور مستعمل بخرن و هم قیمتش خوب باشه و هم کار کنه برشان؟ تویوتا بعد موتور نیست، مثلا لکسس بعد موتور نیست، هوندا و هوندا ما است. بگم هوندا و بعضی وقتا اینا که از 2008 2007 تا 2012 و 13 اینا طرف میشن گیر باکس پرابلم می داشته باشن. خام چون زیادتر وقت مثل که اکرام هم رقم است. نیسان هم موتور است. بعد همش نیست، بگم بعض موتور هست که بعضش میبره. بگم زیادتر وقت بیا که تو کتگوری عمومی تقسیم کنیم. موتورهای جرمنی، موتورهای امریکایی، موتورهای ژاپنی. برای کسی که میخواد کار اقتصادی کنه، موتور ارزان بخره، موتور خوب بخره، کدام ژاپنی؟ موتور ژاپنی بخره. باز بین موتور ژاپنی. بین موتور ژاپنی تویوتا. اوکی، بسیار خوب. خرابترین موتوری که آدم هیچ باید نخره و که ببینه که بسیار نو و خوبم معلوم شوه، هیچ نخرهش، کدام موتور است؟ موتور وی دبلیو، موتور ولوو. موتور یک موتور به نام ساتن میگه. خب یک کمپانی آمریکایی است گالک. از بینم رفت. یک موتور دیگه است به نام بسیار بعض یک موتور است که کلیش تنها میگیره 1500 دلار است. اون ساتن است یا چیزی است دیگه موتور. ساب تک موتور است. از اون موتورا نخرید. این موتور بی ام دبلیو و اودی هم خوب است بگم. اینا که است دیگه داره. ولوو بسیار موتور چیزی صحیح نداره، نتیجه نداره. این موتورهایی است که آدم باید چی نکنه. او برای کسی یک نفر شوق داره. مثلا شوق هر کس فرق میکنه، نمیتونه کسی را خیلی بگیره. دنیای موتور خواهی دنیای تکنولوژی و انجینری است که روز به روز پیش میره. با این پیشرفتایی که صورت میگیره چطور خود خبر میکنین و آگاهی پیدا میکنین؟ زیادتر که سعی کنی این غیر موتور تسلا را نمیگم، زیادتر موتور ها کلی با یک دیگه شباهت داره. مثلا این موتور های برقی و این هایبرید یار بازی ها بس فرق میکنه. بگم موتور سعی که اگر 98 هم هست همون بریک هست همون رود چیز هست، اگر 2020 هم هست همون یک بریک رو این هست تغییر میفته، یک کنترول هم هست یا مثلا سیستمش که فرق نمیکنه. بعضی موتور هایی که ما دست خوب مستریات دست دادن نمیتونن، برای تسلا است ولیش کس نمیتونن. مثلا موتور هایبرید است، کار هر کس کارش. بگم ما مقدر با نظر که سنجش میکنیم بگم فرقش بقید زیاد نمیه. بسیار مثلا انجن است، همون انجن است، ترانسمیشن هموست، واتر پمپ هموست، بلت هموست، تامینگ چین هموست، تامینگ بلت هموست. دیگر چیزی نیست که آدم برش بگه کدام تغییرات دیگه است. مثل که دیگه پخته شده دیان است دیگه آماده خوردن این عزیزا کرایی عنایت جان به مستری خانه آماده است مزیش ببینیم که چطور است بیندو عزیز نان مستری خانه حتما شنیدین دیگه امروز دست پخت عنایت جان بخوریم ببینیم که چطور است با شما اجا پختم آه برمایم عنایت عزیز چند نفر شاگرد داری؟ والا آلا آجی صاحب است، استاد ماست، امید است، امرو یک بچه دیگه فواد جان است و امروز نامده دیگه ما هم چهار نفر هستیم اینجا در خواب پارتم برد یا یک جای میخوریم؟ یک جای میخوریم، من خودت یک جایی نان مزه میتا دیگه عزیزا هم تو خوب گوشنام هستیم اینا زحمت کشیدن کار کردن در موتورا ما هم سرگردان بودم کمرا در دست می طرف برو طرف برو دیگه ما هم خوب گوش نشدیم و این کرایی هم کرایی مستری خانه دیگه دور از دلتان نه اینجا کستومر پیدا نکنی که هرز بیا کرایی والا دیگه دلتان دیگه اگر پیش نجان می آمدین موتورایتان رو بیارین اما تقاضای کرایی را نکنین شکر نه بدر نان مزدار گرم افغانی نانش کردنی افغان ها پخته میکنن بسیار نان مزدار است دیگه ما هم دوست دارم زیاده اینه دو تیشه بگیرن
ما دیگه ترکاری یا تیار نکردیم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار مزه‌دار. اینقدر مزه‌دار که تصور شم که نمیتونین شما. این آجان ده پولیزی که مستری بسیار خوب هستی، آشپز بسیار خوب هستی جان پدر. دلیلش چی هست؟ آجان دیده دیگه. امو تیار کردیم دیگه یک چیزی که مسافری زیاد کردی یا چطور؟ نه؟ اوانا میگن که زیاد مسافری کنی و نان پخته کنی و والا نه، ما همه شرج کرفتیم با فامیل بودیم. امو تو شوقی از دوستا یاد سعی کردیزه یاد گرفتیم. بسیار مزدارم. خیلی علاقم داره، بله. میلم داره و نانش بسیار مزه دارم. بله. یک کسی که میخواد امریکا مستری شود، آسانترین و خوبترین راهش چی است؟ بعد از ابتدای میتونیم بگم ما مکانیکی میکنم، باز روان میکنم مکانیکی در خود مکتب، اما عملی سرت کار میکنم میخونی. بسیار خوب. و اگر می که بری یک اونجای هم پارت تایم کار کنی، یک بری درس هم بخونی، بتونی عملی هم یاد بگیری و میتونی زود برسی. خودت یاد کردی که در پاکستان هم کار کردی. بله. فرق بین کاری که در پاکستان میکردی در امریکا میکنی چقدر است؟ فرق بین کار فرق از این سوجا موتر و هر موتر فرق میکنه. اونجا که از موتر سیستم تو نیست که به حساب بگم موتر اونجا اول خرد است. اینجا هم وسایل است، هم هواست. اونجا ما در دست کار میکنیم، در زمین کار میکردیم. یک چهار کنده بدیم در چهار کار میکنیم. اگر من لفت بالا میکنیم موتر پایان بالا میشه و هیچ آزار نمیبینی. یک چیز کس بتانی ساده یک ساده کار میتانه. چوکی است، چوکی میتانی کار کنی. هرچی وسایل است. میتونی هر قدی هوا استفاده کنی، قدی رنج قدر رقم چی میتونی استفاده کنی. بگم اونجا نبود، تو وسایل نبود، ما زیادتر وقت هر چی دقیق دست خود باز چیم. اینجا اینا هوا هست، مثلا ارگن های برقی هست، ارگن هست، اما تفنگچک میگن که باز میکنن تایرا و بولت های تایت اینا را میشه. اینجا بسیار فرق میکنه، بخاطر اینجا آدم آسیده است. عنایت عزیز، در آخر اگر کدام پیامی داشته باشی بر ما و بر بینندای ما. تو جان عزیز، در مملکت میفهمی خودت هم در از هرچی که در مملکت زحمت بکشی همون راحتی میبینی. اگر زحمت نکشی هیچ راحتی نمیبینی. کار نکنی هیچ چیز نمیتونی. باید تلاش کنی، زحمت بکشی، باید خود یک جایی برسانی. اگر این رقم بشین در خانه بله نمیشه، این رقم از بعد نفرات دوستایی که کمک میگن به درد نمیخوره. مگم باید خودتان تلاش کنین، زحمت بکشین، ببینین در کجا میرسین. ما به نهایت سپاسگزار هستم از وقتت عزیز. خواهش میکنم. ببخشید نگه وقت شما رو گرفتم. خواهش میکنم وقت رو نگرفتین. آرام باشین. سلامت باشی عزیز دل برادر. زنده باشی. فقط بیشتر برات میخوام. زنده باشین. تشکر. سلامت باشین. بیندو عزیز، ای بود برنامه ای هفته زندگی در امریکا. آرزو دارم موضوع برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه، تا ای که باز هم هفته آینده با یک موضوع تازه در خدمت قرار میگیرم. همگی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.